و صرف همین که علما اینا قبول کردن علامتی اینه که این روایت مورد اعتماد علما و مورد استناد علما بوده و از این حدیث برداشت حکم کردن اونطوری که در اکثر کلمات ذکر شده که اگر حدیث مقبوله قرار گرفت یعنی قابل قبول بود این حدیث به منزله یک حدیث حتی بعضی ها گفتن متواتر و قطعی میشه پس بنابراین حجیتش هیچ شکی درش نیست با این دیدگاه خب حضرت امام صادق علیه و السلام و کل موارد را در حدیث اشاره کرده که از اینها ما میتونیم با اون مراتب متعددش استفاده حکم نیابت عامه را بکنیم و حدیث میشه یکی از دلیل اعتبار نیابت عامه در زمان غیبت کبرا روش دوم اینه که ما حدیث را بالاتر از مقبوله بدانیم یعنی بگیم این حدیث حدیث صحیح و سند هست حدیث صحیح اون حدیثیه که از امام معصوم به توسط راویان که اینها عادل بودند و شیعه دوازده امامی بودند صادر شده باشه اکثر علمای متأخر ما مثل مرحوم شهید صدر مثل خدمت تو نرس کنم که اکثر کسان و علمایی که در عصر اخیر اینها آمدن و معرض استنباط احکام را برای مردم بیان کردن اینها گفتن این حدیث حدیث صحیح میتونه باشه خب کسانی هستند که اینها واقعا الان در عصر حضور ما در اصل زمان ما در زمان فعلی ما وجود داره و حدیث را آمدن گفتن این حدیث صحیح و هست. هست خاطر تعداد از روایاتی که اینها در تأیید عمر ابن حنزله این روایات را بیان کردن با این احادیث و روایات که معید صحت سند روایت هست اینها آمدن گفتن خب حدیث صحیح و سند یعنی قطعا به توسط یک راوی که اون راوی امامی بوده دوازده امامی بوده و عادل بوده از امام صادق بیان شده خب در این صورت اگر ما گفتیم روایت مقبوله میتونه مورد استناد باشه و معتبر باشه به طریق اولویت قطعی ما میتونیم بگیم روایت که صحیح هست سندش این مدرک حکم و استنباط نیابت عامه از حدیث واقع میشه این راه دومه چون هدف اینه که ما بتانیم در استنباط احکام یک روایت را رو پیدا بکنیم که اون روایت قطعا از معصوم صادر شده وقتی روایت صحیح بود سندش یعنی مسلما این روایت از معصوم صادر شده دیگه ما بالاخره در اینجا هیچگاه توقف نمیکنیم استاد نمشیم و حکم را از روایت برداشت میکنیم که عبارت باشه از نیابت عامه در زمان غیبت کبرا اما تنها کسی که این دیدگاه سوم نسبت بر روایت معترض هست مرحوم حضرت آیت الله العظمای خویی رحمت الله علیه هست اشان در معجم رجال الحدیث جلد چهارده و صفحه سی و یک در زیل عمر ابن حنزله مگه ان الرجل لم ینس على توسیقه آقای عمر ابن حنزله مورد توسیق قبول قرار نگرفته یعنی اطمینان به این شخص نیست چون ما دلیلی نداریم بر این که آمده باشه این آقای عمر ابن حنزله را گفته باشه انسان ثقه و مورد اعتماده خب بعضی روایات را که در زیل کسانی که گفتن روایت صحیح هست بیان شده ایشان یکی یکی این روایات را رد میکنم خب با این دیدگاه پس مرابن به این روایات ما نمیتونیم به توسط نظر که حضرت آیت الله خوی رحمت الله علیه داده اطمینان کنیم اما یک راه دیگر را اشان آمده پیش پای ما گذاشته گفته ما اگر به این روایت نمیتونیم تمسک کنیم عده از روایت دیگر هست مثل معتبره یا حسنه ابی خدیجه که بعد انشاءالله به این روایت هم اشاره میکنیم و همچنین حکم عقل و امثال اینها دلیل های دیگری که ما داریم آیات روایات و دلیل های عقلی که ما در اینجا بیان کردیم تعداد را تعداد را انشالله بعد بیان میکنیم از این کانال آمده نیابت آمه را اشان اثبات کرده اشان میگه که عدله نیابت آمه نیابت آمه در زمان غیبت حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف حسنه یا معتبره ابن ابی خدیجه و یک تعداد روایت های دیگره و همچنین دلیل عقلی و نقلی مثل حفظ نظام حفظ نظام تشیع و برنامه هایی که برای شیعه در زمان غیبت وجود داره اقتضا میکنه که یک نفری به عنوان نائب امام باشه تا احکام الهی را برای مردم بیان بکنه لذا اشان میایه نیابت را در امور حسبیه یا امور حسبه ثابت میکنه امور حسبه عبارت از اون چیزهایی که ما میدونیم خداوند متعال و شارع حکیم پیغمبر و ائمه معصومین و دین اسلام راضی به ترک اونها نیست مثلا در زمان غیبت آیا لازم نیست ایتام سرپرست داشته باشه آیا لازم نیست در قضایا وقتی اختلاف پیش می در یک مورد یک قاضی پیدا شد و بالاخره حکومت کنه و بیان کنه حکم دینی را در مورد فصل خصومت و از بین رفتن بالاخره این دشمنی عداوت و برنامه هایی که اختلاف انگیزه یا خیلی چیزهای دیگر هست که امور معاش انسانها در اونجا باید بازگو شود احکام الهی برای مردم بیان شود خب هیچ یکی از این امور را خداوند راضی نیست که این ترک شود دین اسلام راضی نیست این ترک شود خب اگر همچی چیزی لازم هست بیانگر این امور حسبیه یا امور حسبه یا کسی که نظارت داشته باشه و کنترل داشته باشه و بیان کنه اینها را کی میتونه باشه کسی غیر از نائب عام امام زمان در عصر غیبت نمیتونه باشه